مسلمانان کانادا که همیشه برای عبور از مرز و ورود به آمریکا مورد تبعیض قرار می گرفتند، اخیرا با نگرانی های بیشتر روبرو شدند. دولت جدید آمریکا در شهریور سال 96 قانون منع ورود شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان به این کشور را وضع کرد. اگرچه در این قانون اسمی از کشور کانادا برده نشده اما بسیاری از مسلمانان کانادایی از اینکه برای عبور از مرز آمریکا با تبعیض و مشکلات مختلف مواجه شوند نگران هستند یکی از ساکنان تورنتو در کانادا که برای دیدن خانوادهاش در شیکاگو یا آمریکا چندین بار در سال باید از مرز آمریکا گذر کند در این باره میگوید هر بار که میخواهم از مرز رد شوم دلشوره دارم چرا که نمیدانم آیا به من ویزا میدهند یا خیر چون از سایر مسلمانان چیزهایی شنیدم که مرا نگران میکند به گفته یه فعالان مسلمان در کانادا موارد مشابه چنین تبعیض که علیه اتباع کشورهای مسلمان اعمال شده بسیار است در آخرین این موارد در هفته گذشته به چندین کودک اهل سوریه که ساکن کانادا هستند برای شرکت در جشنواره که در واشنگتن برگزار میشد ویزا ندادند شورای ملی مسلمانان کانادا به مسلمانان این کشور توصیه کرده است قبل از ورود به سفارت آمریکا تمام مدارک اهم از بلیت و آدرس دقیق مقصد خود را همراه داشته باشند و در صورتی که ویزای آنها رد شد و تبعیضی علیهشان صورت گرفت باید از افسر مربوط بخواهند جزئیات دلیل رد شدن ویزایشان را به صورت مکتوب به آنان تحویل دهد